بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و ما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران بزرگوار باز هم در خدمت شما عزیزان هستم از یکی دیگر از برنامه هایی که ویجه ماه مبارک رمضان هست و حقیقتا اگر خواسته باشیم پیرامون ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم همچنان که در این برنامه یعنی مفصل صحبت های صورت می‌گیرد در این برنامه همگام با رمضان مفصل صحبت های صورت میگیره توسط اساتید بزرگوار و توسط عزیزانی که در این راستا صحبت دارن حقیقتا این ماه با عظمت و این ماه بزرگ و خاصتا در این دهه اخیری که ما قرار داریم واقعا یک جایگاه ویژه و جایگاه خاصی داره و خاصتا این دهه اخیر که به هر حال در آن شب قدر هست و عبادتی به نام اعتکاف صورت میگیره و خیلی دیگه از اعمال صالح و اعمال نیکی که در این ماه هست و خاصتا اینکه که شب قدر در این دهی اخیر هست بنا به قولی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و بنا به احادیث صحیح و سخنان گوهربار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که برای ما بیان می‌دارند که شب قدر در دهه اخیر رمضان المبارک بی باشه و شب قدر را میدانید که لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی در این شب قرآن فرستاده شده و الله میگه که بهتر است از هزار ماه این یک حرفی که همواره در میان مردم هست که بعضا یعنی حتی من دیدم می نویسه که یا میگن یا می نویسند که مساویس با هزار ماه نه خیلی اینطور نیست دقت کنید با آیه قرآن کریم الله میگه لیلة القدر خیر من الف شهر بهتر از هزار ماه نمیگه مساوی است این بهتر بودن را الله بهتر میدانه که ده برابر بهتر صد برابر بهتر میلیون ها برابر بهتره الله خودش بهتر میدانه و تبیس که بر اساس اخلاص هر انسان عبادت او درجاتش بالا میره و در پیشگاه الله متعال سبحانه و تعالی فضائلش بیشتر میشه و گسترده تر میشه و الله پاداش فراوانی به آن نصیب میکنه درباره این ماه مبارک همچنان که میدانید این ماه را الله متعال سبحانه و تعالی ویجه عبادات کرده یعنی نه اینکه عبادات در ماه های دیگر نباشه نه هست یعنی وجود داره چطور نیست یعنی عبادات وجود داره و در هر ماه عبادت فضائل خاص خودش رو داره و خاصتا این ماه مبارک عظیم و شعن که جایگاه ویژه‌ای داره در پیشگاه الله مطال به خاطر که یکی از فرایض الهی فرایض سالانه که روزه هست در این ماه صورت میگیره و در این حال الله مطال ویژگی دیگری که به این ماه داده اینه که ماه نزول قرآنه یا به تعبیر دیگر بگیم ماه بهار قرآنه و چنانچه در صحبت گذشته هم بنده پیرامون این مسئله صحبت کردم که جایگاه تلاوت قرآن عظیم و شند در همه اوقات و خاصتا در ماه مبارک رمضان اصلا رمضان با قرآن گره خورده از این بابه که ما میخواهیم در این یعنی برنامه و در این قسمت به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی بعضی از مسائل و بعضی از روی کرده هایی که سلف این امت و گذشتگان صالح این امت داشتند را مورد بررسی قرار بدیم طبیعی است که سلف این امت و گذشتگان صالح و گذشتگان نیک این امت به این ماه ویژگی خاص قائل بودند و همچنین فضائل ویژه‌ای به آن میدادند و در واقع یک رابطه مستحکمی و رابطه قوی نسبت به این ماه داشتند یعنی در تمام عبادات وقتی شما ببینید میبینید که روی کرد اصحاب روی کرد تابعین تبع تابعین و بزرگان دین با ماه مبارک رمضان متفاوت بوده یعنی این ماه را کوشش میکردن که بیشتر برای عبادات خود اختصاص بدن یعنی کارهای بیرونی را کارهای خارجی و کارهایی که بیرون هست اینها را به شکلی از اشکال کم بسازن و خصوصا در دهه ای اخیر که سنت اعتکاف هست می دانید اعتکاف اینه که شخص خودش را حبس میکنه در مسجد یعنی خودش خود را حبس میکنه در مسجد و در اونجا عبادت میکنه در اونجا به عبادت مصروف میشه و شب زندهداری میکنه روز را به عبادت میگذرانه و اصلا رابطه خود را در خارج از مسجد قطع میکنه مگر اینکه یک ضرورت یعنی خیلی جدی باشون بس جدا هست اما عموما در اعتکاف اینطوره که رابطه خود در را انسان با بیرون از مسجد قطع میکنه که کلا رابطش با الله متعال سبحانه قوه تعالی باشه شما در رأس سلف يعني محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلام را ببینید که ایشان قدوة ما هستن ایشان أسوة ما هستند الگوی نيكو هستند که الله ایشان الگوی نیکو برای ما قرار داده والله متعال می فرماید که لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه در زندگی پیامبر در راهرویش پیامبر و در طرز تعامل پیامبر و آخر تمام امور رسول الله علیه الصلاه و السلام برای من و شما الگو هست که ما الگو برداری بکنیم از پیامبر علیه صلات و چی در معاملات چی در معاشرات چی در عبادات در تمام امور پیامبر علیه صلات و برای ما الگو قرار داده شدن شما این قدوه نیکو را میبینید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هستند در ماه مبارک رمضان شدید یعنی به قرآن چسبیده هستند قرآن کریم را بیشتر تلاوت میکنند رابطه ای که با عالم بالا دارن رابطه ای که با جبرائیل امین دارن جبرائیل امین میخوانه پیامبر گوش میکنن جبر باز پیامبر علی صلوات و سلام میخوانن جبرائیل امین گوش میکنه و پیامبر علی صلوات و سلام جود و سخاوتشان در تمام سال و خاصتا در ماه مبارک رمضان میبینیم بیشتر میشه رابطه پیامبر علی صلوات و سلام با فقرا با مساکین با مستمندان بیشتر میشه و اینها همه مسائل هست که در واقع در این ماه در محور این ماه بیشتر میچرخه در محور این ماه بیشتر هست ماه مبارک رمضان رابطه خود در انسان بیشتر با الله سازم چون که رسول الله علیه و سلام در این ماه مبارک رمضان صدقات بیشتر میدادند و به همین ترتیب نیکوکاری و احسانشان بیشتر بود تلاوت قرآنشان بیشتر بود اعتکاف کردن یعنی دهه اخیر را حد عقل یعنی حد عقل ده دهی اخیر را بیشتر به اعتکاف پیامبر علی صلوات و سلام پایبند بودند و به اعتکاف مینشستند و حتی زنانشان و ازواج متحرات رضوان الله علیهن اجمعین بعضی از آنها اینطور بودند که با پیامبر علی صلوات و سلام اعتکاف می نشستن. تشویق می شودن. اصحاب پیامبر به اعتکاف مینشستند خب این سنتی بود که پیامبر علی صلوات و سلام انجام میدادند دهه اخیر رابطه خودشان را با خارج از مسجد به شکل از اشکال قطع می کردن. نه به صورت کلی یعنی خیلی از موارد قطع بود و بیشتر به عبادت الله متعال سبحانه و تعالی مصروف بودن به نماز مصروف بودن به عبادات متنوعی که پیامبر علیه الصلاه و السلام انجام میدادن مصروف بودن بعد از ایشان اصحاب پیامبر علیه السلام هستند که علیه السلام هستند و رضی الله عنهم که این اصحاب پیامبر علیه الصلاه و سلام رابطه ایشان باز میبینیم با رمضان فرق میکنه یک رابطه کاملا متفاوت دارن وقتی که رمضان میآید کوشش میکنند که خودشان را فارغ بسازند کوشش میکنند که خودشان را بیکار بسازند و خودشان را وقتشان را وقف بکنند برای عبادت وقتشان را وقف بکنند برای عبادت پروردگار متعال سبحانه و تعالی یعنی کوشش میکنند که بنویم چون که عرض کردم در ابتدا رابطه ایشان را در غیر رمضان یعنی کمی مستحکم تر به مسائل بیرونی اما در ماه مبارک رمضان کوشش می‌کنند کمی سست بسازند و رابطه ایشان را با الله و رابطه ایشان را با عبادات و رابطه ایشان را با مسجد و با قرآن بیشتر بسازند برای فهم قرآن برای یادگیری قرآن و شما این سنت خوب را می بینید کتاب امروز وجود داره یعنی در بسا کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان دوره‌های تفسیر برگزار میشه دوره های طلابت قرآن برگزار میشه یعنی رابطه با قرآن قوی تر میشه رابطه با قرآن قوی تر میشه و این بدین معنا نیست که ما تایید بکنیم رابطه ای که برخی ها متاسفانه در برخی از جوامع ما دارند نسبت به رمضان که رمضانی هستند یعنی به این معنا رمضانی هستند که خارج از رمضان او انسان اصلا نیست یعنی در خارج از رمضان اون انسان نیست اما ماه مبارک رمضان که میشه میبینین یک بارگی فرق میکنه همون انسان یک بارگی فرق میکنه به گونه دیگر میشه یعنی در خارج رمضان اصلا نماز نمیخوانده، عبادت نمیکرده هیچ کاری نمیکرد حالا میبینیم که نماز خوان شده عبادت میکنه باز همین که رمضان تمام میشه پس همون آدمی که بوده بوده این این بسیار خطرناک این افراد رمضانی هستند هدف من اینها نیستن اینها رمضانی هستند و اینها واقعاً الله نشناختن تصور میکنن که الله فقط در همین رمضانه که در رمضان حجاب بکن در رمضان عبادت بکن در رمضان قرآن بخوان در رمضان آدم خوبی باش همین که رمضان خارج شد خلاص همه چیز فرق میکنه در حالی که این رمضان باید برای ما ماهی باشه که ما را تمرین بده اگر براه خود راست نیستیم حداقل این رمضان ما را به راه راست بسازه یعنی برای ما عادی سازی بکنه رابطه خوب با الله و رابطه خوب با عبادات رو برای ما عادی بسازه دیگه حالا انسان های بهتری بشیم و این علامه برای این که عبادات ما قبول شده اگر بعد از هر عبادتی فهمیدیم که یعنی در ما تغییر آمده و احساس کردیم که بهتر شدیم از گذشته یقین بدانید که انشا الله این نشانه ای هست برای چی برای قبولی عبادتتان ولی اگر اینطور نبود نه پس همون شخصی که بودید بودید همین که روز اول اید شد کلا اصلا دیگه نماز ترک میشه عبادات ترک میشه یا یک وقت یک وقت نماز رو میخوانی، یک وقت دیگه رو نمیخوانی، اصلا اهمیت نمیدی به این مسائل خب بفهم که یک جای کار میلنگه دیگه یک جای کار لنگش داره یک جای کار میلنگه و مشکل داره وگرنه ممکن نیست که یک بارگی پس بار تغییر بکنی هدف من این افراد نیستن متوجه هستید هدف من اونهایی هستن که در خارج از رمضان هم به عبادتشان محکمند مثلا اصحاب پیامبر را وقتی ببینید بزرگان دین و سلف این امت رحمهم الله را ببینید شما متوجه میشید که اینها اینطور نیست که فقط رمضانی باشن اینطور نیست یعنی فقط رمضانی نیستن اینها و رمضانی نیستن اینها واقعا خدایی هستن واقعا خدایی هستن رابطه ایشان با الله بسیار خوبه رابطه با الله قویه چی در رمضان چی در خارج از رمضان اما در رمضان کوشش بیشتر میکنن متوجه شدید فرق رمضانی ها و فرق اینها اینه که رمضانی ها فقط در رمضان الله عبادت میکنن فقط در رمضان انسان های خوبی میشن اما بعد از رمضان کاملا فرق میکنن یعنی قبل از رمضان و بعد از رمضان انسان های دیگری هستند در طول رمضان باز انسان های دیگری میشن این بسیار بده این بسیار بده انسان باید اینطور نباشه یعنی رمضانی نباشه اما اصحاب پیامبر سلف صالح این امت صحابه تابین تب تابین شاگردان مکتب پیامبر و شاگردان شاگردان و شاگردان شاگردان شاگردان, شاگردان، اینها افراد بودند که واقعا یعنی سبحان الله اینطور نبودن رابطه ایشون بسیار با الله در طول سال محکم بود و خاصتا در ماه مبارک رمضان یعنی در ماه مبارک رمضان انسان های دیگر می شودن. تلاوت قرآن بکنن عبادات بیشتر انجام بدن و روز خوب طبیعی است حال و شب زندداری بیشتر بکنن یعنی متنوع باشن عبادات متنوع انجام بدن در ماه های دیگر کمتر انجام میدادن حالا بیشتر انجام میدن عبادات نفل یعنی بیشتر انجام میدن اون فرایض که به مسلم هست برای اونها اما من بحث ف... نوافل را دارم و شما میبینید که اصحاب پیامبر علیه صلات و سلام اینطور بودن یعنی واقعا همچنان که ثابت شده میگن که شیش ماهی یعنی بزرگان دین هدف صدف صالح این امت هستن شیش ماهی قبل از رمضان اینها چیکار میکردن؟ دعا میکردن که ای الله رمضان بیار و شیش ماه بعد از رمضان افسوس میخوردن که چیکار خواهد شد یعنی ما یعنی باز هم به با فکر رمضان بودن در طول سال اینها به فکر رمضان بودن یعنی شش ماه قبل از رمضان و شش ماه هم بعد از رمضان یعنی هدف من اینه که در طول این رمضان اون یک ماه هر هم حساب میکنین با اونها شش ماه در طول این مدت بعد از رمضان و قبل رمضان اینها در فکر این مسائل بودن که چی میشه یعنی رمضان فقط رمضان شش ماه قبل آمادگی میگرفتن شش ماه بعد افسوس میخوردن که یک ما چی کردین یعنی خدا میدونه که با سال بعدی باشیم نباشیم چی میشه و چی نمیشه این دیدگاه این بزرگواران بود نسبت به این مسئله و در باره قرآن کریم شما مثلا اگر ببینید درباره امام بخاری رحمه الله میاید که قبلا یعنی ما صحبت کردیم برخی ها را به خدمتتان ایران کردم در رأس اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان در رأس حرم هستند امام بخاری رحمه الله میگن که ایشان وقتی که اول ماه شب اول رمضان می یعنی در جمعی از دیاران و دوستانش جمع می شدن و تلاوت قرآن می و در یعنی در نماز در هر رکعت بیست مرحال آیه را تلاوت می و به همین ترتیب تا اینکه قرآن کریم را ختم بکنند و سبحان الله این عجیبه یعنی عجیبه و امام بخاری رحمه الله شما ببینید س... یعنی زندگی این بزرگواران را زندگی این علمای بزرگ را یعنی عادی نبوده که تا امروز ذکر و یادی از اینها میشه و اینها به خوبی یاد میشن و بلکه از علم اینها استفاده میشه یقینا که سر در میان اینها و الله سبحانه و تعالی وجود داشته یک رابطه مستحکمی در میان اینها و الله سبحانه و تعالی وجود داشته که این رابطه مستحکم و این اخلاص قوی و این بزرگی که اینها داشتن و بزرگواری که داشتن و در واقع تقوایی که داشتن عزت نفسی که داشتن الله سبحانه و تعالی ذکر و یاد اینها را تا روز قیامت باقی خواهد گذاشت و تا امروز ما از اونها به نکیات میکنیم وقتی نام اینها را میشنویم بلرزه میفتیم از جایگاه علمی اینها از تقوای اینها از بزرگواری اینها و است که اینها رابطه اینها با الله بسیار قوی بوده یعنی دور نبوده که مثل امروز متاسفانه بعضن یعنی در دعوت در رساندن علم در فراگیری علم در درس دادن در درس و تدریس در هر دو خوبن یعنی ماشاالله درس میگیرن تدریس میکنن خیلی خوبن یعنی ماشاالله. ولی وقتی که رابطه شان را با الله متعال سبحانه و تعالی میبینیم یا رابطه خود را با الله ما چک میکنیم میبینیم متاسفانه مشکلات فراوان داریم یعنی حتی گاهی اوقات در فرائض پای ما این مشکل یعنی واقعا مصیبت برای علما برای دانشجویان علوم اسلامی این مصیبت این مصیبت بزرگه که اینها رابطهشون با الله متعال ضعیف باشه خاصتا برای یک دعوتگر یک دعوتگر اگر رابطهش با الله ضعیف بود چطور میتونه در برابر دشمنان دین الله مبارزه بکنه و استادگی بکنه چطور میتونه که از شر این شیاطین انسی و جنی به الله متعال پناه ببینید دوستان عزیز وقتی که شخص در راه الله قدم میگذاره خصوصا در راه دعوت شیاطین انسی و جنی با او دشمنی میکنن یعنی دشمنانی از شیاطین انسی و دشمنانی از شیاطین جنی به سراغش میان این یک امر کاملا حل شده و امر حتمی هست اما اگر این انسان رابطش با الله قوی باشه الله متعال سبحانه و تعالی از کید و مکر این شیاطین انسی و جنی او را نجات میده ولی اگر رابطش با الله ضعیف بود باز به دام میفته با مشکلات گرفتار میشه با سختی ها گرفتار میشه یعنی هدف من این نیه که در این راه اگر تو رابطه تو خیلی با الله مطال قوی بود اینها نمیتونن برای تو مثلا مشکل ایجاد بکنن نه هدف من اینه که گاهی اوقات حتی قلب شخص را به شکلی از اشکال یعنی ناراحت می میسازن ثبات قدم انسان در در این را ضعیف میسازن و باعث میشه که خودت احساس بکنی که باید من عقب نشینی بکنم ولی اگر رابطه تو با الله قوی بود دیگه عقب نشینی نمی کنی در برابر اینها هیچ وقت کوتاه نمیایی در برابر اینها و هیچ وقت از دعوت خود دست نمیکشی بلکه با قوت پیش میری بلکه با قوت بیشتر پیش میری هر چی اونها تو رو اذیت بکنن قوی تر میشی هرچی اونها تو رو آزار بدن قوی تر میشی چون رابطه تو با الله متعال سبحانه و تعالی قوی و مستحکمه اما اگر رابطه تو با الله قوی نبود با یک تهدید میترسی اگر رابطه تو با الله قوی نبود عقب نشینی کنی. اگر رابطه تو با الله متعال سبحانه و تعالی قوی نبود خیلی زود به حد ناراحت میشی که این ناراحتی باعث لنگیدن تو در این راه میشه و تو را ضعیف میسازه ناتوان میسازه بیچاره میسازه درمانده میسازه در برابر دشمنان خود کوتاه میایی کم میایی ضعیف میشی ناتوان میشی حتی الله مطال تو را کمک نمیکنه در این راه حتی در باب گفتگو و در باب مناظره ای که با مخالفین خود داشته باشی ضعیف میشی ولی اگر رابطه تو با الله قوی بود الله تو را کمک میکنه الله متعال توسط تو دینش را گسترش میده توسط تو دینش را قوی میسازه توسط تو کلمه پروردگار و کلمه بزرگ کلمه الله کلمه الله العلیا قوی میشه و بزرگ میشه و در میان مردم منتشر میشه و یک افتخاره یک افتخاره برای یک داعی برای یک داعی چی زن باشه چی مرد باشه چی دختر باشه چی پسر باشه این یک افتخاره که توسط او دین الله سبحان و تعالی در جامعه منتشر بشه و توسط صحبت او و نوشتار او دیگران هدایت بشه افتخار بزرگه افتخار بزرگه و سرمایه بسیار بزرگیه خب هدف من این بود که در این ماه و در خارج از این ماه یعنی ما شم، شم، من و شما وقتی میبینیم زندگی و سیرت این بزرگواران را مطالعه میکنیم میبینیم که رابطه اینها با الله مطال بسیار قوی هست حالا به عنوان مثال من امام بخاری رحمه الله را برایتان مثال دادم یا شما میبینید در این ماه یعنی در تمام ماه ها چنان چه من در برنامه گذشته هم یعنی در این مسئله صحبت کردم گفتم که در تمام ماه ها و خصوصا در ماه مبارک رمضان یعنی قیام و لیل جز یکی از روشهای صالحین بوده یعنی واقعا این یکی از عادات و روش های صالحین بوده صالحین و بزرگان و نیکوکاران در طول تاریخ اینها اینطور بودن کوشش میکردن خصوصا در قیام اللیل یعنی رابطه ایشان رو با الله متعال سبحانه و تعالی قوی بسازن و خاصتا در این ماه مبارک که در واقع یکی از عبادات خاصی که صورت میگیره عبادت تراوی هست عبادت نماز شب یعنی در تمام سال و خاصتا در ماه مبارک رمضان با خصوصیت دیگری با روش دیگری و با کیفیت دیگری و با لذت و یعنی زیبایی دیگری این نماز ادا میشه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دربارش میگن که من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کسی که قیام رمضان میکنه یعنی شب های رمضان قیام میکنه غفر له ما تقدم من ذنبه البته از روی ایمان و از روی احتساب یعنی ایمان و از روی اخلاص و نیت خالص این کار انجام میده غفر له ما تقدم من ذنبه پیامبر علی السلام میگن الله متعال سبحانه و تعالی گناهان گناهان ما قبلش را میبخشه یعنی گناهان ما قبلش بخشیده میشه یعنی الله سبحانه و تعالی گناهانش را میبخشه و شما به همین ترتیب میبینید که صحابه پیامبر رضوان الله علیه مجمعین و بعد از آن یعنی تابعین تبع تابعین و سلف صالح یک رابطه بسیار مستحکم نسبت به ماه مبارک رمضان داشتن و به همین ترتیب میبینیم که عمر رضی الله تعالی برای ابی ابن کعب و تمیم داری رضی الله عنهما دستور میده و برایشان میگه که نماز با جماعت در میان مردم برپا بسازید نماز تراویح را و اونها نماز جماعت را برپا میکنن. خب شما میدانید که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دو سه شب رسول الله علیه و سلم نماز تراویح را با صحابه جماعت خواندن. حدیث در بخاری موجوده و بعد از به خاطر این که برای امت واجب نشه چون فعل مکرر پیامبر علی صلوات و سلام هست و ما بادا برای امت واجب بشه پیامبر علی صلوات و سلام را به خانه میخوانن و در زمان ابی صدیق رضی الله تعالی عنه مردم به همین ترتیب پراکنده یعنی میان داخل مسجد نماز قیام و لیل میکنن به صورت پراکنده و در زمان عمر رضی الله تعالی عنه در اوایل این طور اتفاق میفته بعدا عمر رضی الله تعالی پس دوباره همین, همین سنت را زنده میکنه چون دیگه حالا ترس وجوب نیست آن را دوباره زنده می سازه و او ابن کعب و تمیم داری رضی الله عنهما را دستور میده میگه که بر یک امام جمع بشید از اینکه پراکنده هر کدام در یک گوشه هستید بیایید در پشت سر یک امام استاد بشید و نماز بخوانید و اصحاب پیامبر علیه الصلاه و السلام همین کار رد نمی کنند تایید می اولا چون سنت خلفای راشیدین برای ما حجیت داره و از طرف دیگر بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه سکوت صحابه پیامبر در واقع و اجماع صورت گرفته که اشکال در این مسئله نیست میتوانند که پشت سر یک امام بخوانند و فعل پیامبر علیه الصلاه و السلام در ابتدا یعنی این اگر شما رسول الله علیه و ببینید صحابه پیامبر ببینید میبینید در این ماه خصوصا بیشتر تلاش میکردن برای قیام اللیل و قیام اللیل میکردن در واقع و همچنین اصحاب پیامبر رضوان الله علیه مجمعین و صحابه پیامبر این طور بودند که در این ماه جود و سخاوتشان بیشتر بود حالا چی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث انس رضی الله تعالی عنه عنه که میگه حدیث ابن عباس ببخشید حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه که میگه پیامبر علیه الصلاۃ و السلام جود و سخاوتشان بسیار زیاد بود و خاصتا در ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان پیامبر علیه, علیه و بیشتر جود و سخاوتشان بیشتر بود و سبحان الله یعنی یعنی جود و سخاوت پیامبر علیه و السلام در این ماه بسیار زیاد بود یعنی چی حالا مال باشه چی علم باشه چون علم هم از خود در واقع جود و سخاوت میخواه از خود زکات میخواهه که تو زکات این علمت را بدی و جود داشته باشی سخاوت داشته باشی حسادت نکنی بخالت نکنی در رساندن علم در آنچه که یاد گرفتی و برکت علم در واقع برکت علم برکت علم در رساندن آنه ولی اگر علم را حبس کردی پیش خودت نگه داشتی تبیس که الله از تو میگیره اگر میخواهی که علم تو زیاد بشه و برکتی در آن نهاده بشه نمو و رشدی داشته باشه میباید که آن را برای دیگران برسانی این را برای دیگران برسانی و به همین ترتیب اصحاب پیامبر رضوان الله علیه مجمعین صلف صالح امت غیر از اینکه جود و سخاوت داشتن که می ما به اینها یعنی واقعا تکیه بکنیم حالا به اصطلاح به اینها اقتدا بکنیم و پیروی اینها را بکنیم اتباع بکنیم اینها را حالا شما ببینید دوستان عزیز گران قدر برادران و خواهران بزرگوارم چیزی زیباست که در این ماه ما هم دستگیری برای فقرا داشته باشیم برای مساکین داشته باشیم حالا دهه اخیره حداقل کوشش بکنیم در این روزهای باقی مانده و در این موقعیت باقی مانده استفاده درستی از ماه مبارک رمضان بکنیم و این را رشد بدیم در میان خود یعنی این سنت خوب و سنت نیک را در میان خود رشد بدیم نشه که کوتاهی بکنیم متاسفانه احیانا کوتاهی های از ما صورت میگیره و این یک مصیبت واقعا، چرا ما باید کوتاهی بکنیم در این راستا مادامی که الله متعال برای ما مالی داده الله برای ما علمی داده الله برای ما یک چیزی داده که میتونن دیگران از اون استفاده بکنن یعنی استفاده خوب بکنن میبایست که ما در واقع آن را در دسترس دیگران قرار بدیم و جود و سخاوت داشته باشیم و اینطور نباشه که بخل ببرزیم اینطور نباشه که نسبت به داشته های خود بخالت بکنیم حسادت بکنیم و فقط بگیم ما بفهمیم ما بدانیم ما داشته باشیم و بقیه نه اینطور نباشیم جود و سخاوت ما میبایست که قوی باشه و همچنین سلف صالح را شما اگر ببینید میبینیم که سبحان الله یعنی تمام دروازه هایی که اونها را به الله نزدیک میکنه در ماه مبارک رمضان کوشش میکردن که خودشان را به آن برسانند کوشش میکردن که روزه ایشان را حفظ بکنن کوشش میکردن که از قیل و قال زیادی خودشان را دور بکنن کوشش میکردن که به مسجد بندی بیشتری داشته باشند و خاصتا در دهه اخیر که مسئله اعتکاف را برایتان اشاره کردم یعنی فارغ شدن برای عبادت کوشش میکردن خودشان را بیشتر به عبادت نزدیک بکنن و سبحان الله و همچنین کوشش میکردند که اوقاتشان را درست استفاده بکنن اوقاتشان را در این ماه درست استفاده بکنن در تمام سال و خصوصا در ماه مبارک رمضان و استفاده از وقت بسیار مهمه یکی از مسائلی هست که متاسفانه کمتر ما با آن توجه میکنیم ولی سلف صالح رحمهم الله اینطور نبودن بلکه در ماه مبارک رمضان و در هر وقتی کوشش میکردن که حتی شما ببینید دوستان عزیز کوشش میکردن و تلاششان بر این بود که از وقتشان استفاده بکنن از وقتشان واقعا استفاده بکنن برای مطالعه برای آموختن برای کار کردن برای تمام یعنی کارهای خوب انجام میدادند کوشش میکردن که این فرصت ها را غنیمت بشمارند واقعا این فرصت هایی که الله مطال سبحانه و تعالی به همه ما و شما داده این وقتی که داده این زندگی که داده خیلی ها ندارند شما میدانید دوستان عزیز که ما در سال گذشته خیلی کسایی داشتیم در کنار خود ولی فعلا نداریم خیلی افرادی در کنار ما بودند که امروز نیستند خیلی کسایی در زیر خاک هستند انت... یعنی امید این را دارن و یعنی اگر به اونها وقت داده بشه به اونها اونها فرصت داده بشه که نمیشه اونها به افسوس این هستن که یک ساعت دیگری از رمضان رو دریابن اما من و شما زنده هستیم الله به ما رزق میده روزی میده قوت داده توانایی داده روزه نگیریم نعوذ بالله عبادت نکنیم نعوذ بالله رابطه خود را با قرآن قوی نسازیم نعوذ بالله از قرآن چیزی فهم نداشته باشیم نعوذ بالله اینها واقعا مصیبت باره برادران و خواهران این فرصت هایی که فعلا باقی مانده این فرصت ها را واقعا استفاده کنید اگر میخواهید که مشمول رحمت پروردگار متعال قرار بگیرید پس از این فرصت ها استفاده کنید این فرصت ها را عبس و بیهوده از دست ندید چون واقعا ضرر بسیار بزرگی میکنه انسانم چون که حدیث داریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که خاکالود باد یعنی بینی کسی که این آدم رمضان در و بخشیده نمیشه یعنی رمضان در رمضان میگذره و یه آدم هنوز در همون گناه ها قوتبره. یعنی فرصت که رحمت پروردگار بیشتره فرصت هایی که مغفرت الله شامل حال انسان ها میشه اینها رو همه نادیده میگیره چطور ممکنه چطور ممکنه در حالی که در هر شبی از شب های رمضان ملکی و منادی ندا میکنه که یا باقی الخیر اقبل و یا باقی شر اقصر ای انسانی که تو دنبال نیکی هستی ای انسانی که میخوای کارهای خوب انجام بدی روی بیار بیا کارهای خوب دیگه ریخته هی. چی میخوای دیگه بیا و ای انسانی که کارهای شر انجام میدی کارهای بد انجام میدی کوتاهی کن دست بکش دیگه حداقل حد در رمضان دست بکش که در ماهای آینده برای تو یک تربیتی بشه برای تو تمرین بشه و نفس تو را تربیه بکنه تو رو تربیت بکنه برای اینکه از گناهان دور بشی و صحابه پیامبر رضوان الله علیه مجمعین کوشش میکردن که از فرصتهای خود استفاده بکنن حتی اون خواب هم برایشان عبادت میشد میدانید اگر انسان از فرصتها خوب استفاده بکنه حتی همون خوابش هم عبادته خوردنش هم عبادته نشستنش عبادته گفتنش عبادته تمام عبورش تمام امورش از عادت به عبادت منتقل میشه به شرط اینکه مسئله را بفهمه درک بکنه و درست استفاده بکنه صحابه پیامبر رضوان الله علیه مجمعین واقعا استفاده خوب از رمضان المبارک میکردن واقعا استفاده نیک از رمضان مبارک میکردند همچون که اثری از عبدالله از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما که میگه وقتی که میخوای روزه بگیری فلیصم پس باید روزه بگیره هم گوش تو و هم چشم تو و هم زبان تو از دروغ اگر میخوای روزه بگیری باید روزه اینطور باشه اگر میخوای روزه بگیری باید گوش تو روزه دار باشه حرام نشنوه اشتباه و دروغ و غیبت نشنوه زبانت در کنترل باشه چشمت در کنترل باشه و از محارم وجودت و اعضایت را حفظ بکنی درسته و کسی را اذیت نکنی اذیت و آزار را بگذار کنار اذیت و آزار همسایه دوست قوم خیش رفیق مسلمان هر کسی که بیگناه دستت را نگه دار و وقار و سکینه داشته باش وقتی روزه داری این کلام جابر ابن عبدالله است وقار و سکینه داشته باش یعنی انسانی باش که یک انسان واقعا تمام عیار و انسان خوبی باشی چون که رمضان است چون که روزه داری بی اختیار این را دشنام بده این را بد و بیرا بگو اصابم خراب من روزه دارم نه اینطور نباش و روزت را روزی که در آن روزه داری مانند روزی که روزنداری اینها را یکسان ندانی یعنی روزی که روزه نداری مصروفی به خوردن و آشامیدن و امثال و هم بله درست عبادات فرایز را باید انجام بدی اما خب بیشتر وقت نداری برای اینکه تلاوت قرآن بکنی بیشتر وقت نداری که حالا نماز شب بخوانی چون فرصت خوبی یعنی در رمضان فرصت خوبیه که تو نماز شب بخوانی فرصت خوبیه برای اینکه عبادات بیشتر انجام بدی فرصت خوبیه که تلاوت قرآن بکنی چون وقت بیشتر داری چون وقت بیشتر داری و متاسفانه در طول سال ما متاسفانه در این راستا کوتاهی ها داریم اما در ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای اصلاح فرصت خوبی برای این که خودمان را اصلاح بسازیم فرصت خوبی که از فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم درسته بنابراین اگر شما زندگی و سیرت و زندگانی صدف این امت مورد بررسی قرار بدید میبینید در رمضان رابطه اینها کاملا فرق میکنه یعنی رابطه بسیار متفاوتی دارد و زیباست که من و شما هم حداقل در این روزهای باقی مانده رابطه خود را بهتر و خوبتر و زیباتر بسازیم اینطور نباشه که حلکی اند هر کاری که پیش آمد خوش آمد و مانند روزهای عادی بنا به قول جابر بن عبدالله رضی الله عنهما یعنی اینطور نباشه که مانند بقیه روزها باشیم یک تفاوتی باید در رفتار ما در کردار ما در گفتار ما به وجود بیاره که همین اثری از آثار روزه در ما باشه دیگه اثری از آثار روزه برای ما باشه و این اثر ان شاء الله باقی بمونه با بعد از رمضان این مهم دوستان عزیز ببینید چون ما در روزهای اخیر رمضان قرار داریم خوبه که بفهمیم این حرف را که باید آثار خوب و آثار ایجابی که در روزه هست اینها در ما باقی بمونه با بعد از رمضان یک بارگی نشه که مانند لباس بعد از رمضان بکشیم بندازیم دور اینطور نشه این آثار نیک می در ما وجود داشته باشه جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم الله متعال عبادات همه من و شما را قبول بکنه روزه ها و نماز های من و شما را قبول بکنه برادرتان را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید و جزاكم الله خیر و تمام امت اسلامی را فراموش نکنید الله متعال همه من و شما را توفیق عبادت بده و توفیق بندگی خود نصیب بکنه و الله متعال ما را بندگان نیک خود و بندگان صالح خود قرار بده جزاكم الله خیرا و بارك الله فيكم در حفظ و پناه الله متعال باشید تا برنامه بعد و دیدار بعد همه شما رو به الله پاک بی همتا می سپارم الله متعالی یار و من و شما السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله و